که با فیض خدا هیچ جنگی به وجود نیاد، اما همون گونه که سالهاست من این رو اعلام کردم، بازم روی دانشم نسبت به اسلام، هرگز هرگز هیچ حکومت اسلامی بدون جنگ نخواهد رفت. متاسفانه تاریخ اینو ثابت میکنه، به خاطر اینکه با جنگ و فریب وارد یک سرزمین میشن و بدون جنگ هم نخواهند رفت. در انتهای برنامه هستیم، مشروطه برای اینکه مطلبی هست خوشحال میشیم از شما بشنویم. دکتر صاحب عزیزم، همونطور که با هم هماهنگ کرده بودی، بذارید من یه جواب به آقای تاج‌زاده بدم. خواهش می‌کنم. آقای دکتر تاج‌زاده، شما در سال 1353-4 بمب می‌ذاشتید، آمریکایی‌ها رو می‌کشتید. حالا کاری نداریم، الان عوض شدی، قبلا پونس تو حلق مردم خورو می‌کردید، موی دخترها رو می‌کشیدید. کاری نداریم، بریم محترمانه صحبت. خواهش می‌کنم. با آقای دکتر مراد ویسی 2 روز پیش 5 ساعت در کلاب هاوس صحبت کرد، من در همون جلسه بودم. دکتر صاحب، یوتیوب هم دارم، خاصی ببینم حرفا درست. شما شاهزاده رو دعوت به مناظره کردی عزیزم، قربونت برم. شما انگار یادت رفته که زمان آقای خاتمی وزیر کشور بودی. بله. زمانی که 18 تیر بود شما سمت داشتی در دولت. حالا تو میخوای بگی خوبی کاری نکردی، اون رو که بنده صلاحیت تشخیصش رو ندارم. بله. بر فردا ایران آزاد دادگاه تشکیل میشه، چه بنده چه شما چه هر کسی. اگر کوچکترین جرمی کرده باشیم، دادگاه آزاد در حضور وکیل مدافع، در حضور هیئت منصفه بهش رسیده. این است. میشه شما شاهزاده رو دعوت به مناظره کرد. بله همین آقای دکتر صاحب عزیز، ببخشید. می‌خواستم ببینم بیشتر از ایشون بگید، اصلا چون همین که فرمودید شاید برای من میدونم ولی بینندگان ما زیاد مشخص نیست که ایشون که دعوت به مناظره کرده اصلا ایشون چه جایگاهی الان جمهور در جمهوری اسلامی دارن. یه مقدار بیشتر صحبت کنید و بعد که بدانیم حالا مناظره ایشون چه کمکی اصلا میتونه بکنه. ایشون اصلاح طلبن و وسط بازی میکنه، یعنی از یک طرف دنبال بقای جمهوری اسلامی است، از یک طرف میگه اومدیم تغییرات مثبت ایجاد کنیم. عزیزان جمهوری اسلامی اصلا قابل اصلاح نیست. دقیقا. ما چیزی به نام پهن خوشبو نداریم. نداریم آقا. بله. خودمون دروغ نگیم، خاتمی خواست، روحانی خواست، خیلی دیگه هم خواستن تغییر ایجاد کنن، نه تنها نکردن بدترش کردن. بله. خودمون دروغ نگیم، ایشون با آقای خاتمی همکاری کردن، بعد از آقای عبدالله نوری، عبدالله بود، عبدالواحد نوری کی بودیم وزیر کشور که رفت زندان. بله. ایشون مدتی قائم مقام بودن، در انتخابات شرکت داشتن، اتفاقا 4 تا کار خوبم کرده در انتخابات، من اینو بگم، نمیخوام بده فقط آدم ها رو بود. خواهش. اما ایشون معتقد به بقای جمهوری اسلامی است. بله. ایشون معتقد به بقای خبرگان رهبری است. ایشون معتقد است که آقای خب من نه آقای تاج‌زاده، آقای مصطفی تاج‌زاده یا به قول خودشون آقای دکتر تاج‌زاده، معتقد به بقای سیستمی هستند بر مبنای وایسید صبر کنید 2300 سال بگذره شاید اصلاحات بشه. خب این که نشد، مردم که نه صبر ایوب دارن نه عمر نوح، مردم نمیتوانند این سیستم را بپذیرند. و بعد میگه آقای تاج‌زاده میگه اگر اینا برن ایران سوریه‌ای میشه. خب شاید نشه، شاید ایران مثل مصر بشه، شاید مثل تونس بشه. شما از کجا میدونی ایران سوریه‌ای میشه؟ مردم را میترسانند از داعش، در حالی که الان داعش داره حکومت میکنه. در کل اینها میخواهند از محبوبیت شاهزاده استفاده کنند تا خودشون رو در یک مناظره پروموت کنند. شاهزاده فقط بیاید با اینها مناظره کنه، اینها خودشون رو به عنوان یک محور اساسی و نماینده جمهوری خواهان ایران مطرح میکنن، ولی که اینطور نیست. واقعیت اینه که اگر آقای خاتمی سال 76 رأی آورد، علتش این بود که اپوزیسیونی که مخالف رژیم ایران بود، اپوزیسیونی که مخالف آقای رفسنجانی بود، خصوصا مخالف ناطق نوری بود، به حد بسیار زیادی اومد و روبروی رژیم قرار گرفت و کسی رأی آورد که خودش هم فکرش نمیکرد. خاتمی زمان آقای میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود چند سال. الان من دارم به اصلاح طلبا میگم، شأن شما که صحبت با شاهزاده نیست، اما اگر خواستید این تلویزیون الان صاحبش روبروی هست داری میبینید آقای هیدر، بنده هم در خدمت دوستان هستم عزیز. ما در چند تا کانال و ماهواره ارتباط داریم دوستان میگم، بس هم بحث نه. اگر شما خودتون رو از سران اصلاح طلبان جمهوری اسلامی میدانید،
قرار رو مشخص کنید، ما شما رو رسما دعوت به مناظره می‌کنیم. بله. اگر قرار بر مناظره است و حرفی دارید و فکر میکنید اون حرف حق است، 60 دقیقه وقت میذاریم، 6 تا 5 دقیقه شما صحبت میکنید، 6 تا 5 دقیقه ما رو هم میشه 30 دقیقه. قاضی هم مردم شریف ایران هستن. ببینیم براندازی جواب میده یا ماندگاری جمهوری اسلامی، و ببینیم شما اصلاح طلبا جز وسط بازی کردن، جز اضافه کردن بر عمر جمهوری اسلامی، جز حمایت از دیکتاتوری سپاه، آخوند، بشار اسد، حسن نصرالله و خیلی های دیگه چه کار کردیم؟ بیایم ببینیم مردم کیو میخوان و از چه کسی بیزارن. من فکر نمی کنم مردم ایران دیگه اجازه بدن شما با اونها بازی کنیم. انتخابات پارسال نشون داد که آقای رئیسی با تقلب گفتن 48%، واقعیت 20% هم نرفتن اصلا تو انتخابات شرکت کنن. کسی به اینا رأی نمیده و نماینده اصلاح طلب ها با تلاش زیادی تونست از آراء باطل 50% کمتر رأی بگیره. عزیز، آنچه که مسلم هست این هست که در طول 43 سال بهترین آلترناتیو خود شاهزاده رضا پهلوی بوده. علت داره. چرا که ایشون اصلا به خاطر اینکه بتونه قسمتی از مسئولیتی برای سرزمین عزیز ما ایران را داشته باشه متولد شده. من میگم قسمتی به خاطر اینکه فکر نکنیم حالا تصور بر این نشه، من دنبال این هستم میگم ایشون باید شاه بشه، خیر، به عنوان کسی که مردم انتخاب میکنن در هر جایگاهی، ایشون به خاطر اینکه بتونه خدمت کنه متولد شده، براش دعا شده، صحبت ها شده و ایشون متولد شده. ایشون به خاطر اینکه بتواند یک خدمتگزار خوب، وفادار، حکیم و دانشمند باشه در زمان خودش، دروسی رو خونده، درسهایی رو، دانشگاه رفته، حتی دور از خانوادهش بوده، دور از سرزمینش ایران بوده و تعالیمی رو دیده تا بتواند به عنوان حداقل یک شخص دولتمند بتونه سرزمین عزیز ما رو در مسیر آبادانی قرار بده. پس با احترام به تمام عزیزانی که در اپوزیسیون هستن به عنوان رهبران، به عنوان سران، اما کدوم شماها به خاطر این متولد شدید؟ کدوم شما از دوران کودکی شما را در یک دانشگاهی قرار دادن که بتوانید در ایران آینده شما ملت ایران رو و سرزمین عزیز ما ایران رو خدمت کنید؟ پس شاهزاده رضا پهلوی کاملا متفاوت هستش. کسی نمیتونه خودش رو همپای اون قرار بده. حتما انسان هایی هستن که اندیشه های بسیار خوبی دارن، اما ایشون از همه افرادی که امروز ادعا دارن ایشون سرتر هست. به خاطر این موضوع متولد شده، به خاطر اینکه بتواند سرزمینی رو در مسیر رشد قرار بده متولد شده، تحصیل کرده هموطنان، و از همه مهمتر اینه که اکثر مردم ایران ایشون رو انتخاب کردن. حالا اگر شما به عنوان یک مبارز که از سن 16 سالگی، 15 سالگی، 17 سالگی حتی مبارز بودی و فعالیت هایی کردی، حتی زندان رفتی، هرگز به پایشون نخواهی رسید. اطلاعاتت خوبه، دلسوزیت خوبه، درسته، خدا رو شکر در هر جایگاهی با هر باور و اندیشه حزبی هستید، خدا رو شکر برای وجودتون، اما شما هم پای شاهزاده رضا پهلوی نه هستی و نخواهی بود. این رو من به کسانی میگم که مخالفت میکنن با ایشون. سالهاست که خیلی معتقد بر این هستن چرا شاهزاده کم حرف میزنه، چرا صحبت نمیکنه، هر چیزی به وقتش، ایشون به وقتش داره حرف میزنه، اما امروز هم که وقتش هست چرا این همه مخالفت؟ هم جمهوری اسلامی مخالفه، هم در اپوزیسیون و مدعیان اپوزیسیون مخالف هستن، هم ابرقدرت‌ها و کشورهای دیگه هم مخالف هستن. عزیزان، خیلی از کشورها هنوز اون قده حسادت داره خفشون میکنه. مبادا شاهزاده رضا پهلوی بیاد ادامه مسیر پدرش رو داشته باشه و ایران به جایگاه عالی برسه. بله، این قده حسادت یکی از دلایلی بود که متاسفانه باعث این شد که ملت ایران قدر دو پادشاه را ندانن، قدر خدمات پهلوی ها را ندانن. پس امروز به این نتیجه رسیدن که شاهزاده رضا پهلوی تو یک جایگاه بسیار درستی ایستاده برای اینکه ملت ما را دستگیری کنه، و این میتونه برای ملت ما یک افتخار باشه. اگر اپوزیسیون یک چنین افتخاری رو نمیپذیره، هر قسمتی از اپوزیسیون راحت میتونه کنار بره، کنار بره و ملت ایران خودشون بتوانن در این قسمت تصمیم بگیرن. پس مخالفت ها عزیزان فقط دلیلی خواهد شد که متاسفانه
این اتحاد نباشه برای سرنگونی نظام اسلامی.